مقابله با بازار داغ شایعات در فضای مسمومی که در 3 ماه اخیر هر روز فکر، ذهن، احساسات و وقت جامعه را هدف گرفته است، از عبرت‌ها و آموزه‌های ضروری است. شماره زیادی از قربانیان درگیری‌های بعد از انتخابات ایران به صورت مخفیانه دفن شده اند. در خصوص آخرین تحولات بحران سیاسی در ایران، این شبکه کسب اطلاع کرد که در پی کشف یک گروه دست جمعی متعلق به قربانیان اعتراضات در ایران، بحران دیگری در این کشور به وجود آمده است. این اجساد متعلق به افرادی است که در حوادث اخیر کشته شدند. دفن گروهی از افراد مجهول الهویه در قطعه جدید 302 بهشت زهرا که بر اساس روال همه ساله و همه ماه صورت گرفته است، محملی شد تا فضای مسموم شایعات بر عقل و منطق غلبه کند و سازندگان چنین شایعه‌ای با تبلیغات هدایت شده تلاش کردند این گونه القا کنند که معترضان دست جمعی به قتل میرسند و دست جمعی به عنوان مجهول الهویه دفن میشوند. یک سوال: اصولا افراد مجهول الهویه چه کسانی هستند؟ افرادی که از سوی مراجع قانونی و پزشکی قانونی منظورم هست، اینا هویتشون مشخص نیست برای اونها و در اثر حوادث فوت شدن، تصادف یا کارتون خواب هستن یا اعتیاد داشتن یا سوانح طبیعی بوده، اوراق شناسایی همراهشون نبوده، هویتشون برای پزشکی قانونی مجهول بوده، اینا به عنوان مرد ناشناس، زن ناشناس یا مجهول الهویه با مدارک پزشکی معتبر اعزام میشن به بهشت زهرا و بهشت زهرا این رو که یک روند عادی 40 ساله است از زمان تأسیس بهشت زهرا وجود داشته تو کل قطعات عمومی روز دفن میکنه. یعنی ما تو تمام قطعات عمومیمون اموات مجهول الهویه داریم. الان ما تو قطعه 256 هستیم، تو همین قطعه ما افراد مجهول الهویه داریم، تو قطعه 253 ما افراد مجهول الهویه داریم. اما واقعیت تعداد و مشخصات افراد مجهول الهویه دفن شده در قطعه 302 بهشت زهرای تهران چیست؟ به جهتی که این سرویس بهداشتی که الان شما در مقابلتون ملاحظه می‌فرمایید آماده نبود، یه مقدار در 15 روز 20 روز کار داشت، ما اومدیم افراد مجهول الهویه رو ابتدا از ابتدای تیر ماه تا اول مرداد منتقل کردیم به این بخش قطعه 302 که ملاحظه می‌کنید تعدادشون 42 تاست، آوردیم این بعد دفع کردیم و از ابتدای مرداد ما کل اموات روزانه‌ای که مربوط به شهر تهران بود کلاً منتقل شد به این بخش جدید. این جنازه ها را شما در سرخونتون نگه داشتید یا نه پزشک قانونی به یک بار برای شما فرستاد؟ نه، اینا یک بار هم نفرستادن. من خدمتتون عرض کردم ما برابر آمارمون هفته 10 تا اموات مجهول الهویه داریم، چون از ابتدای تیر ما تا اول مرداد ما، یعنی یک ماه، ما فقط مجهول الهویه آوردیم تو قطعه 302 دفع کردیم. درست. تعداد 42 تا بود طبق آمار ما، روند ما روی این 42 تا، قبلی که شما اشاره میکنید که عمدش اینها هستن، بعضیاشون اسم دارن. طی این 2 ماهی که گذشته از 42 تا تعداد 27 تاشون توسط بستگانشون شناسایی شده و پزشکی قانونی برای ما اصلاحیه زده و در سامانه ثبت و ضبط اطلاعات اموات تغییر پیدا کرده به اسامی مشخص و روی تابلوهاشون هم شما ملاحظه فرمایید این هم روی منعکس هم شده. یکی از نکاتی که در ادعاهای مطرح شده درباره قطعه 302 قابل تأمل است، ماجرایی است که برخی سایت‌های اینترنتی درباره خانمی به نام سعیده پورآقایی مطرح کردند، اما چند روز بعد این سوز و گداز ناگهان پایان یافت و سایت مدعی این موضوع با برداشتن مطالب قبلی اذعان کرد که مسئله در دست پیگیری است. جالب این که چند روز بعد اسم سعیده پورآقایی در لیست ادعایی کشته شدگان نیز دیده نمی‌شود. آیا شادی دشمنان انقلاب و ایران از ایجاد و ترویج چنین شایعاتی بی اساس نشان نمی دهد برنده اصلی آشفت بازار شایعات چه کسانی هستند؟